چرخش در مسکو و خطر امنیتی نوظهور برای ایران قفقاز از مدار استراتژیک تهران خارج می شود. <موسیقی> به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام و درود بر شما به بخش تحلیلی اتاق خبر خوش آمدید چرخش در مسکو و خطر امنیتی نوظهور برای ایران قفقاز از مدار استراتژیک تهران خارج می شود. کریدور زنگ زور به موضوعی حساس در رقابت های منطقه‌ای تبدیل شده است. پروژهی که می تواند امنیت ملی ایران را تحت تأثیر قرار داده و معادلات منطقه را به هم بزند. به نوشته المانیتور هدف این پروژه ترانزیتی به بلندای چهل کیلومتر که توسط باکو و آنکارا در حال ساخت بوده اتصال اروپا به آسیای مرکزی و چین از طریق ترکیه و آذربایجان است، اما این مسیر باید از بین ارمنستان یا ایران عبور کند تا قابل اجرا باشد برای باکو منطقه زنگ زور که نام این مسیر از آن گرفته شده بعد از واگذاری آن به ارمنستان توسط اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1920 غیر قابل دسترس شد در نتیجه باکو دسترسی به ناحیه خودمختار نخجوان را که در میان قلمروی ارمنستان واقع شده را از دست داده و اکنون اتصال به این منطقه برای راه اندازی کریدور زنگزور ضروری است. پروژه حمل و نقل زنگزور به مدت طولانی به دلیل تضاد منافع افغان اصلی در حالت بلا تکلیفی باقی مانده بود. اما آذربایجان و ترکیه ساخت آن را آغاز کرده اند و پیش بینی می شود تا پایان سال 2024 به اتمام برسد. آذربایجان نتوانست ارمنستان را قانع کند که اجازه دسترسی انحصاری به این مسیر را بدهد و به همین دلیل مجبور شد به ایران روی بیاورد از آنجا که کریدور پیشنهادی ابتدا قرار بود از خاک ارمنستان عبور کند و هیچ ایست و بازرسی و کنترل مرزی ارمنستانی نداشته باشد ایروان حاضر به توافق نشد گزینه آخر باکو هم تهران بود ایران مشکلات جدی با این طرح دارد زیرا کریدور زنگزور با عبور از تمام مرز مشترک ایران و آذربایجان مرز ایران با ارمنستان را مسدود کرده و اگر تهران با آن موافقت کند حق عبور گاز آذربایجان به نخجوان از طریق خاک ایران را از دست می دهد. بنابراین و در عوض کریدور زنگزور زور توافق کریدور عرس در اکتبر 2023 بین باکو و تهران به امضا رسید. طبق این قرارداد پلهایی برای جاده ها و ریل های روی رود عرس ساخته می شود و بدون اینکه از ارمنستان بگذرند نخجوان جوان را به ایران و سپس به آذربایجان متصل می کنند اما پس از سفر ماه گذشته پوتین به آذربایجان با کو حمایت مسکو را برای باز کردن مسیر مستقیم از طریق ارمنستان به دست آورد و این امر دسترسی مستقیم تهران به ایروان را قطع کرد علاوه بر این روسیه و آذربایجان خواهان نظارت و کنترل کریدور به روش خودشان هستند طرحی که شدیداً مورد مخالفت ایران و ارمنستان قرار گرفت تهران با خط قرمز خواندن احداث کریدور زنگزور سریعا واکنش نشان داد و اعلام کرد نمیخواهد تغییرات ژئوپلیتیکی در قفقاز به وجود بیاید اگر باکو و مسکو این گزینه را اجرایی کنند مرز مشترک ایران با ارمنستان تحت تاثیر قرار میگیرد و تهران دسترسی جایگزین خود به اروپا و اهمیت ترانزیتیش را از دست می دهد. با این حال با توجه به روابط دفاعی رشد با ایران، کرملین به زودی تسلیم شد و در 17 سپتامبر سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه برای آرام کردن اوضاع به تهران آمد. با انجام تلاش های دیپلماتیک سری، علی احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که به تازگی برای نشست اعضای بریکس در سن پترزبورگ حضور داشت با پوتین ملاقات کرد پس از آن شویگو برای ارائه پیام شخصی از طرف پوتین به رهبری ایران حاضر شد به گفته رسانه های ایرانی مسعود پزشکیان به شویگو گفت روابط بین تهران و مسکو به طور دائم مداوم و پایدار توسعه خواهد یافت تعمیق و تقویت روابط و همکاری بین ایران و روسیه تاثیر تحریم ها را کاهش خواهد داد اگر چه جزئیات مشخص نیست اما خبرگزاری تاس اشاره کرده که توجه ویژه‌ای به موضع جمهوری اسلامی در خصوص مسیرهای ترانزیتی و کریدورها به و از آذربایجان معطوف شده به گفته وبسایت دولتی روسیه پوتین همچنین پیشنهاد وزارت خارجه روسیه برای امضای توافقنامه شراکت استراتژیک با ایران را پذیرفته اما زمان امضای این توافق مشخص نیست در همین حال تهران همچنان کریدور زنگ زور را تهدیدی برای نفوذ منطقه خود و خطر بالقوه امنیت ملی می بیند. روبرتو نچیا، پژوهشگر مستقل و تحلیلگر ایران به آلمانی گفت علاقه تهران به قفقاز جنبه تاریخی داشته و به قرارداد ترکمانچای در سال 1828 برمی گردد که به جنگ روسیه و ایران پایان داد و باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از سرزمین های ایران شد. تهران کریدور زنگ زور را چالشی برای تمرکز سنتی سیاست ایران در قفقاز تلقی می کند که هدفش حفظ پایه‌های های روابط ایران و روسیه بر اساس منافع مشترک در منطقه است. او در ارزیابی خود دو مسئله را شکل دهنده موضع ایران در این سناریو می داند. اول اینکه این کریدور این نهایتا به شبکه حمل و نقل و لوجستیک جهانی در سالهای آینده تبدیل خواهد شد که قفقاز را به ترکیه، اروپا و چین متصل می سازد. تهران به خوبی خطرات کنار گذاشته شدن از این فرصت های اقتصادی را می فهمد. دوم اینکه که تهران به خوبی آگاه است که این کریدور می تواند نفوز منطقه کشورهای ترک زبان به ویژه ترکیه و آذربایجان را افزایش دهد چیزی که می تواند احساسات قوم گرایانه داخل ایران را تحریک کند. امید شکری پژوهشگر میهمان در دانشگاه جورج میسون و استراتژیست انرژی در توضیح اینکه چرا کریدور زنگ زور برای ایران به خط قرمز تبدیل شده به آلمانی تور گفت در درجه اول این کریدور تهدیدی برای کاهش اهمیت استراتژیک ایران به شمار می رود زیرا اتکای آذربایجان به ایران برای اتصال سرزمین اصلیش به ناحیه نخجوان را کاهش می دهد. نقشی که ایران پیش از جنگ دوم قرهباغ ایفا می کرد. این تغییر بالقوه می تواند موقعیت ایران را به عنوان مرکز ترانزیتی حیاتی بین ترکیه و آسیای مرکزی تضعیف کرده و ارزش ژئو اقتصادی این کشور در شبکه های حمل و نقل منطقه ایراک هشتهد. ای را کاهش دهد. به این خاطر نشان کرد از نظر ژئوپلیتیک این کریدور می تواند موقعیت ایران در منطقه را تضعیف کند و اهرام آن در برابر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شبکه های حمل و نقل شرق به غرب را کاهش دهد. این موضوع برای ایران به خصوص نگران کننده است زیرا کریدور شمال جنوب این کشور که به عنوان یک مسیر جایگزین ترویج می شود ممکن است تحت و شعاع ارزش استراتژیک کریدور زنگ زور قرار بگیرد. بنابراین با توجه به حمایت قوی آذربایجان و ترکیه از کریدور زنگ زور که هر دو به عنوان رقبای منطقه ای ایران تلقی می شوند، تهران این پروژه را چالشی مستقیم برای نفوذ خود می بیند. علاوه بر این ایران نگرانی های حاکمیتی داشته و با هر گونه کریدور فرامرزی که ممکن است حاکمیت کشورهای منطقه ای مانند ارمنستان را نقض کند مخالف است. نچیا از آن داشت هرچند در داخل ایران موضوع زنگ زور انتقاد از روسیه را در تقریبا تمام تیف های سیاسی افزایش داده آخرین تحریم های آمریکا اتحادیه اروپا در رابطه با تحویل موشک های بالستیک به روسیه تا حدودی بحث های داخلی را کاهش داده و صدای کسانی که خواهان روابط نزدیکتر با مسکو هستند را تقویت کرده. بنابراین تهران هیچ علاقه ای به دشمنی با روسیه ندارد و سعی کرده مسائل آزاردهنده با مسکو را با دیپلماسی از بین ببرد. بینندگان گرامی متشکرم که تا انتهای این بخش تحلیلی با اتاق خبر بودید خدا نگهدار